حمله تروریستی یک نژاد پرست سفید علیه دوتا مسجد در کرایستچرچ نیوزیلند واقعا یک تراژدی بزرگ انسانی بودش. 50 نفر کشته شدن، 10 نفر مجروح شدن و خب این در صدر اخبارا بوده و به خصوص این یک حمله بوده از طرف نژاد پرست سفید استرالیایی که میدونیم این نوع نژاد پرستی و راسیزم توی کشورهای غربی واقعا رو به رشده و این یک نوع نمونه است از این جنبش راست افراطی که واقعا مثل اسلام سیاسیه. دقیقا همینطور، شما نگاه میکنید میبینید که توی حداقل در 15 سال گذشته به شکل خیلی سازمان یافته‌ای توی در تحت در واقع محافظت و یه چتر وسیع ایدئولوژیکی که احزاب اصلی و احزاب راست تو جامعه تلاش کردن که به وجود بیارن، خصوصیاتش مثلا ضد پناهندگی بودن، ضد زن بودن، ضد خارجی بودن و اینقدر تو تبلیغات تو رادیو تلویزیون فراوانه که کسایی مثل این آقا و جنرال فاشیستی کاملا دست راستی اجازه میکنن رشد بکنن و به شکل وسیع سازمان های خودش دارن تو سطح تو سوشل میدیا و مطبوعات عمومی میبینی و نفوذش رو میشنید و تمام همون حرفایی رو میزنن که خیلی از سیاستمدارایی رو که منتخبن و تو پارلمان ها و سناتور ها و تو دولت هستن این حرف رو دارن. دقیقا، یعنی از یه ور خب دونالد ترامپ هست و اون واقعا ضدیتش با مسلمان ها با مهاجرین و خب خود استرالیا برای مثال یه سناتوری داره که بعد از این حمله و کشته شدن این همه آدم واقعا بیگناه بحثش این بود که خب این نتیجه مهاجرت مسلمان هست به غرب و خب مشخصه که اینم دقیقا بحثی بود که اون نژاد پرسته میکرد که این حمله رو کرد و میشه دید که چجوری این اصلا جزو واقعا نهادینه است توی دولت ها. مثلا حتی اگر سیاست های دولت استرالیا رو در مقابل پناهندگان نگاه کنیم، مثلا اینکه پناهندگانی که توی ناورا و این جزیره مختلف هستن و چجوری داره باشون برخورد میشه، این نتیجه همون سیاست هاست در واقع. دقیقا شما نگاه میکنید یکی از خصوصیات تمامی چیزی که اینا همه رو به هم وصل میکنه ضد خارجی و ضد پناهندگی، یعنی ضد خارجی بودن بعضی وقتا تو خودش ضد مسلمان نشون بودن نشون میذاره، بعضی تو ضد پناهندگی و تمامش میونه یه سیاست کاملا راستی به علیه پناهندگان دارن، طوری که پناهندگان رو تبدیل کردن به دیو، به دشمن اصلی بشر که میشه این پناهنده رو تو جزیره نگه داشت برای سالهای سال و کاملا غیر انسانی باشون رفتار کرد. وقتی این دیگر رو اینطوری تعریف میکنی و این تصویر ازش میدی، خب نتیجهش هم همین آقای دست راستی میشه که میاد با اسلحه برمیداره میره تو روز روشن زن، مرد، پیر، جوان، کودک، بچه های کوچولو رو به گروه میبنده و اینا خیلی هم علنی توی فیسبوک پخش میکنه و تمام کسای دیگه هم که تو همین نتورک شبکه‌هاش هستن پشتیبانی میکنن براش دست میزنن و سیاست مدارای اصلی جامعه هم میان ازش دفاع میکنن. و یکی از چیزهای دیگه اینه که چقدر میدیا به اینا بها میده و چقدر تعریف ازشون میکنه و چقدر فضا و امکانات به اینا میده که اجازه روش بشون میده. یعنی برای یه چیزی که برای من خیلی مشخصه وقتی که به منیفست این نژاد پرست آدم نگاه میکنه، میبینه دقیقا چقدر مشخصات مشابه دارن با اسلامیون و واقعا وقتی نگاه میکنیم مثلا اسلامیون آرزوی خلیفه دارن، یه خلیفه اسلامی دارن، اینا هم آرزوی یه موقعی دارن که فقط سفید مثلا توی اروپا بود که هیچ وقت هم اینطوری نبود، ولی این آرزو رو دارن برگشت به یه مثلا زمان طلایی، یعنی هم اسلامیون هم فاشیستای نژاد پرست اینطوری فکر میکنن و بعد مثلا همون وجه مشخص مشابه مثل ضدیت با زن، ضدیت با همجنسگرا، ضدیت با یهودی، بعد تاکید بر خشونت و مثلا خب اسلامیون میخوان همه کفار کشته بشن، این نژاد پرستا میخوان همه مسلمان ها و خارجی ها کشته بشن، یعنی عملا غیر انسانی کردن آدمایی که مثل خودشون نیستن. اینا واقعا دروی یه سکن این هم اندخت نگاه کنی مانیفستشون رو نگاه کنی آقا میان مانیفست منتشر کرده بود بیانیه که داده بود این که میگفت که
یکی از موضوعاتش اینه که مسلمان ها دارن میان، تعداد جمعیتشون داره زیاد میشه و میان ما رو دارن میگیرن. همین حرفایی رو که توی اروپا میدارن میزنن و میگن خارجی آمدن، پناهنده آمدن، تمام فابریک جامعه رو دارن عوض میکنن. از اون طرف هم دیانت اسلامی میگن خارجی آمدن تو سرزمین اسلام گرفتن و اون اصالت اسلام و توی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رو گرفته، برهم زدن و غربی کردن، نفوذ غرب، دقیقاً همون حرفا رو دارن میزنن با یه با همون تعریف ها و فلسفش همونه و ولی اسمش عوض کردن و رنگش عوض کردن. این مدل اسلامیشو مغیر مسیحی فاشیستی. آره، یه چیز جالب دیگه هم اینه که هر دوتاشون واقعا روابط بین المللی گسترده‌ای دارن. برای مثال مثلا اسلامی ها میان یه جا آدم میکشن میگن به خاطر فلسطین این کارو کردیم، برای مثال. بعد این یارو هم اومده در رابطه با اتفاقاتی که تو انگلیس و اینجا و اونجا اتفاق افتاده اینا رو همه بهانه کرده برای اینکه بیاد به اصطلاح انتقام بگیره. همیشه هم انتقامشون از آدمای بیگناه عادیه که هیچ کاری نکردن، که هیچ کی رو اذیت نکردن، دارن میرن دنبال کار و زندگی روزمره‌شون. و یه وجه دیگه ای که به هم وصل میکنه این دوتا رو اینه که اینا همه رو مقصر میدونن. میدونی به انگلیسی مثلا میگن collective blame، یعنی حالا چون که تو برای مثال مسلمونی دیگه هر کاری که اسلام سیاسی کرده تقصیر گردن جمعه مقصر میدونن. اسلامیون هم همین کار میکنن، مثلا میگن که خب میلیتاریزم آمریکا اینجا بمب گذاشته، حالا میشه روی اتوبوس و دیسکوتک و هر جا مردم عادی رو کشت و این انتقام جمعیه، یعنی مقصر جمعی میبینن مردم رو. که دوباره اینم دو وجه مشابهی دارن این دو. ولی یه چیزی رو که کاملا تو هر از این اتفاقا که میفته در جا میتونی نشون بدی که و کاملا واضحه که انسان ها آدم ها میان خودشونو بیان میکنن در شکاف بین این دو جنت راست اسلامی و جنت راست فاشیست اروپایی و غربی، میشه انسان خودش نشون میده. و حتی فرض کن نخست وزیر استرالیا و چطوری اومد که اون احساس و محبت خودش نشون داد و مردم رو در آغوش گرفت. و میشه بهش انتقاد کرد و واقعا میشه انتقاد کرد که تو حتما نباید چادر رو حجاب بکنی سرت که بری این کارو بکنی. بیان احساسات به همبستگی انسان میتونه هر چیزی که آدم هر چیزی که خودش هست همون رو بیان کنه. نه لازم نیست بری قرآن بخونی. باید یادآوری کرد که حجاب مشکل زنان ایران هم هست، نمیشه همینجوری حجاب سرت کرد برای اینکه ابراز همدردی بکنی. لازم نیست با حجاب همدردی بکنی. دقیقاً. و نتیجه اینم این میشه که نرمالایز میکنه، بالاخره عادی میکنه حجابو. و اینکه بالاخره در واقعیتش هم که میدونیم اینه که حجاب خیلی اوقات، اکثر اوقات اتفاقا با اجبار اعمال میشه. برای مثال جمعه مثلا روز همبستگی بود با مسلمانای توی نیوزیلند و فراخوان داده شده که زنا بیان حجاب به سر بکنن. خب این خیلی یعنی نتیجه منفی اینه، به خاطر اینکه کاری که میکنه اینه که اسلام سیاسی رو بهش تشویقش میکنه، تقویتش میکنه، به خاطر اینکه واقعا حجاب پرچم اون جنبشه. دقیقا. من فکرم مثلا در پشت هر اتفاقی که میفته از یه طرف کسایی که میان منافع و سیاست خودشون میخوان پیش برن، اسلامیان میان از این فرصت استفاده میکنن، میگن خب حجاب سرتون بکنین، یا مثلا سعی میکنن که سازمان های اسلامی دست راستی اسلامی شروع کردن از دولت انگلیس میگن بیان امکانات مالی به ما بدین تحت نام مثلا امنیت مساجد. چرا اصلا پول که ما میخوام بدین فقط برای امنیت باشه، برای پروژه های دیگه ما پول بدین؟ از این فرصت دارن استفاده میکنن و سعی میکنن سیاست خودشون رو پیش برن. توی دست راستی هم این کار میکنن، حالا میان با همون سیاست با همین پشت این اتفاق شروع میکنن به علیه خارجی ها صحبت کردن، در رابطه با موضوع جمعیت جایگزین شدن جمعیت صحبت میکنن و در واقع سیاست های خودشون پیش میبرن. و اهمیت داره که اون بیان سوم که انسانیت رو نشون میده، که میگه ما از این خصوصیات لازم نیست به هم چیز کنیم. آدم‌ها مردن، آدم های بیگناه اونجا میشه ابراز همبستگی کرد، محکوم کرد، شیوه های کار افکار اینا رو باید به مورد انتقاد قرار داد، تحت تعقیب قرار داد و نشون داد که این نتورک اینا رو باید شبکه‌هاشون باید از هم پاشون، در واقع اجازه نداد که رشد کنه. یه صحبت که ما همیشه داشتیم اینه که وقتی که مبارزه می‌کنیم علیه اسلام سیاسی اهمیت داره که علیه نژادپرستان راست افراطی هم مبارزه کرد، به خاطر اینکه اینا جوهرن یک جنبشن.
و خب ولی مثلا انتقاد اینجا وارد میشه به ما، میگن که شماهایی که از اسلام رو نقد میکنین، شماهایی که توهین به مقدسات میکنین، شما هم دارین یه جوی به وجود میارین که این حملات علیه مسلمان ها آسان‌تر باشه. و خب به نظر من اینطوری نیست، اون راست افراطی داره مسلمونا رو و پناهنده و مهاجرا رو میگه که این اصلا انسان نیستن، میتونن هر کاری میخوان باشون بکنن. بحث ما اینه که باید به مردم احترام گذاشت، باید برابر باشن شهروندهای کشور بدون در نظر گرفتن پیشینشون، ولی در این حال عقاید و جنبش های سیاسی رو باید بشه ازشون انتقاد کرد و محکومشون کرد. دقیقا به همین خاطر اتفاق افتاده، ما باید هم جمعیت راست رو محکوم کرد، باید عقایدشون رو محکوم کرد، سازماناشون، حتی باید جلوی رشد جمعیت اسلامی و جنگ جنگ گرفت. بخاطر اینا هیچ کنون از مردم دفاع نمی کنن و اهمیت داره که بیان اعتراضی و بیان انسانی جامعه این وسط معلوم باشه، مشخص بشه و بتونه جامعه از آینده سیاهی رو که برای تمام جوامع‌های مختلف در واقع نقش کشن و تحت دارن می‌ریزن رو نجات داد.